این مسئله اساسی هم اینه که مردم بلوچ در این جمعه گذشته در شهرهایی به جز از شهر زاهدان هم تظاهرات کردن، با توجه به اون فراخوانی که آقای عبدالغفار نقشبندی داده بود، و همین نشان میده که در واقع مردم بلوچ نمیخوان که این تظاهرات به این تظاهرات پایان بدن و میخوان تظاهرات ادامه بدن. رژیم هم مسلما به سیاست سرکوب خودش ادامه میده. همونطور که شما گفتین، مردم بلوچ با یک مصیبت طبیعی هم در این وضعیت روبرو هستند و همینطور هم با یک فاجعه و با یک به اصطلاح خشونتی از طرف حکومت هم مواجه هستند که دو نفر از جوانان بلوچ اعدام شدند و این اعدام ها مسلما متاسفانه طوری که شنیده میشه احتمالا بیشتر هم بشه. دستگیری هایی هم که در این هفته انجام شده نشان میده که ترس رژیم از مردم بلوچ خیلی زیاد هستش. ولی خب این که دستگیری مولوی، راننده مولوی عبدالحمید یا مسئول انتظامات مسجد مکی، خودش یک پروسه دیگری هستش که رژیم میخواد به یک شکلی وضعیت رو برای مولوی عبدالحمید بدتر بکنه و به اون نزدیکتر بشه و شرایط طوری بگه که دیگه کم کم به خود مولوی عبدالحمید هم برسه. به این دلیل خیلی مهم هستش که همه مردم ایران به یک شکلی به این مسائل عکس العمل نشان بدن و با مردم بلوچ و همینطور با شخص مولوی عبدالحمید همبستگی خودشون رو نشان بدن. به نکته جالبی اشاره کردم. من اول از شما یه عذرخواهی بکنم، من ظاهرا اسم شما رو بعد تلفظ کردم. آقای بلیده ای هستید، درسته؟ سلامت باشید، زنده باشید. من عذرخواهی میکنم از شما. اما به نکته که اشاره کردم، نکته جالبی بود. توی اسنادی که گفته شد هک شده و منتشر شده، اومده بود که نباید مولوی عبدالحمید رو دستگیر کنن، بعد بی آبروش کنن. بعد خبر رسید که ممنوع الخروج هست، خبر رسید سر اینکه قرار هست ترور بشه، بعد الان رانندهشون مشاورشون دستگیر شده. فکر میکنید جمهوری اسلامی تغییر رویه داده، میخواد برسه به جایی که مولوی عبدالحمید رو دستگیر کنه؟ برای دستگیری مولوی عبدالحمید شاید هزینش برای خود رژیم خیلی زیاد باشه، ولی میخواد عرصه رو به هر شکلی که امکان داره تنگتر بکنه بر مولوی عبدالحمید. ببینید، مولوی عبدالمجید رو قبلا دستگیر کردن، تعداد دیگری از اطرافیان مولوی عبدالحمید رو تهدید کردن و برای برشون دارن فشار میارن. حالا هم راننده ایشون و مسئول انتظامات که حداقل یکی از مسئول انتظامات مسجد مکی بوده رو دستگیر کردن. همه اینا خب یک اشکال متفاوتی رژیم میخواد همونطور که گفته کاری انجام بده که مولوی عبدالحمید رو بدنام بکنه، یا به شکل بدنامی از نظر خودشون از بین ببرن و یا از طریق دیگری. ولی مسلما همه میدونیم که همونطور که مولوی عبدالحمید هم گفته، اون خوشبختانه هیچ گونه به اصطلاح مشکلی نداره که رژیم بیاد از اون استفاده بکنه و بدنامش بکنه، و به این دلیل هستش که به نظر من سعی میکنه که در این پروسه عرصه رو برای تنگتر بکنه، بهانه‌های مختلفی ایجاد بکنه تا به یک شکلی هم توانمندی مردم و از این تظاهرات ها، توانمندی مردم برای انجام این تظاهرات ها از بین ببره. چون برحال اون انتظامات مسجد مکی نقش مهمی داره که این تظاهرات ها به شکل مسالمت آمیز مدنی جلو برن، و رژیم میخواد به یک شکلی مسائل جلو ببره که مثلا خشونت آمیز بشه و خودش هم شاید یک سری خشونت های از طرف تظاهر کنندگان انجام بده و بعد بگه اینا مثلا از طرف مولوی عبدالحمید بودن. همین اقدامی که کردن که مثلا یکی رو بفرستن که مولوی رو ترور فیزیکی بکنن، خودش در یک همچین پروسه‌ای هستش. مسلما اونا میدونن که در این شرایطی که مولوی قرار داره، مولوی رو نمیگذارن با همه کس و هر کسی که اونجا بیاد برای نمازگزاری یا برای ذکر به مولوی نزدیک بشه. سعی میکنن یه طوری رفتار بکنن که به یک شکلی یک بهانه‌ای پیدا بکنن که هم مولوی عبدالحمید رو بگن که مثلا یه کار ناشایستی در مسجد مکی انجام شده، مثلا دستگیری کسی یا کار دیگری انجام شده، و همینطور اگر امکان داشته باشه عرصه رو تنگ بکنن و راهی پیدا بکنن که به هر حال اونو یا از لحاظ فیزیکی و یا از لحاظ اعتباری خراب بکنن. ولی امیدواریم که با همبستگی همه مردم، واقعا مولوی عبدالحمید تانوز مونده و این تظاهرات ها در بلوچستان تانوز ادامه داره. بعد از اون جمعه خونین زاهدان همبستگی مردم بود و اون به مسئله بود که مردم به ایران دیگه بلوچستان رو بر اساس اون تبلیغات رژیم، جایی که فقط مثلا اونجا مردم تجزیه طلب هستن، قاچاق فروش هستن، نمیشناسن. میبینن که در واقع هم قاچاق فروش و هم تجزیه طلب و هم فاشیست خود این رژیم حاکم در ایران هستش، و مسلما رژیمی که مثلا تبلیغ میکنه که بلوچستان جای خشکیه بدیه. دیدیم که مثلا امروز چه وضعیتی هم داره اونجا با توجه به ریزگردا. آقای بلیدی ببخشید من شما رو قطع میکنم. میلیون انسان بیاره. آقای بلیدی ببخشید من شما رو قطع میکنم. متأسفانه زمانم خیلی کوتاه هست. اگه ممکن هست خیلی کوتاه برای ما بگین. خیلی هم معتقد هستند الان حکومت داره میبره بحث سیستان و بلوچستان و عدالت خواهی و آزادی خواهیشون رو، دادخواهیشون رو میبره به سمت اختلاف بین شیعه و سنی. نظر شما چیه؟
خیلی کوتاه لطفا. مردم بلوچ اساسا هیچ گونه اختلاف شیعه و سنی در بلوچستان نبوده و در ایران هم اگر در تاریخ‌های خیلی قدیم به دلایل مختلفی کسی مسئله شیعه و سنی را استفاده کردن، ولی در این سالها و در این دهها و در این صدها ما همچین مشکلی در ایران نداشتیم که مسئله شیعه و سنی باشه. ما خودمون وقتی بچه بودیم در بلوچستان ما واقعا نمی‌دونستیم شیعه هستیم یا سنی هستیم. این در واقع مسئله اصلش که خود رژیم میخواد به وجود بیاره. سپاسگزارم از شما آقای ناصر بولیدی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان از استکهلم سوئد.